سلام، مهمون این قسمت از بدون تعارف با اینکه خیلی عیالواره، اما تو این شرایط سخت اقتصادی خدا رو شکر رزق و روزیش خوبه و مشکلی نداره. این بزرگوار تو بدون تعارف از کار بزرگش و البته راه و روش لنگ نموندن تو زندگیش میگه. حاجا خیلی خوشحالی میبینیم شما رو. سلام علیکم، خدمت شما خوش آمد میگم و همکاران عزیزتون که تشریف آوردید به دفتر کار بنده. سلامت باشید، انشالله که موفق و معید باشید. چند سالتون شما؟ بنده متولد 1351 تهران هستم. دهه 50 هست؟ بله دهه 50. پس خیلی سنی نداری. بله. بعد خانواده ثروتمندی بودین؟ نه، خانواده متوسطی بودیم. یعنی تو رفاه کامل و مثلا؟ نه، در رفاه کامل نبودیم، اما یک سطح معمولی از زندگی رو داشتیم. درست. ما مزاحم شما شدیم به خاطر کارهای بزرگی که شما انجام میدید. شما خیلی عیالوار هستید. بله، خدا قبول کنیم. چند فرزند دارید؟ بزرگ مبارکتون هست کنم که 3 تا فرزند خودم هستن و 1000 و تقریبا 20 خورده فرزند معنوی ما داریم. بیش از 1000 تا بچه یتیم رو من بخوام بگم شما حامی مالیشون هست. بله. از چند تا شروع کردید؟ یعنی اول از 20 تا بچه کردید. از 20 تا بچه شروع کردیم که همینطوری مرتب اضافه میشد، که 50 تا 100 تا اضافه میکردیم، 100 تا 100 تا 50 تا. چی میشد اضافه میکردیم؟ به هر حال اون عنایت الهی رو که ما تو زندگیمون میدیدیم و اون در واقع گشایش امری که در کار ما ایجاد میشد رو به هر حال ایجاب میکرد که اتوماتیکا خودش اصلا انجام میشه. یعنی رزق و روزی شما کاملا مشهود بود براتون که بیشتر شد. بله، کاملا بیشتر میشه. باور بفرمایید که اگر شما فرض بفرمایید که 1,000,000 تومان کمک شروع کنیم، خدا من به ازای 1,000,000 تومان حداقل 20,000,000 تومان تو زندگی آدم میاره. حداقل. من دوست دارم هر چی زودتر شما رو ببینم، چون به ما کمک میکنی. ازتون خیلی ممنونم. آدمایی که به مردم فقیر کمک میکنه آدم های خوب و مهربونی هست. حتما خدا این همه چیز بهشون داده. خدا هم دوستشون داره. من این گلو بهش تو تقدیم میکنم پدر عزیزم. روزت مبارک، خیلی دوست دارم. الان ماهیانه برای 1000 تا از بچه های یتیم شما یه مبلغی رو میدید؟ بله. خب این به صورت ثابته که ما برای بچه های از چقدر میدید ماهی؟ ما 50,000,000 تومان من الان در ماه برای بچه ها پرداخت میکنم. به صورت بله، به صورت ثابت. بله. بعد از نای دیگه هم دارید؟ بله، لوازم خونگی، یخچال، تلویزیونشون میسوزه یا یخچال میسوزه یا به هر حال هر اتفاقی که میفته، یا تو خود این بچه های عزیز که گاهن اسباب بازی واقعا ندارن. شما باور بفرمایید یه بچه یه عروسک به خودش ندیده در ایامی که بزرگ شده، به خاطر فقر زندگی، به خاطر مشکلات زندگی. و واقعا ما خودمون خجالت میکشیم که چرا باید این اتفاق بیفته. و من زارعی اگر کمک نکنم این بچه ها، وقتی از ما یه خواسته ای دارم، واقعا اگر کمک نکنم واقعا خودم احساس شرم هم میاد برای خودم. دست شما درد نکنه. این یه بخشی از بله یه بخشیه، بقیه شناسه ها اونور ببینن مردم. بچه های کم سن و سالی که الان شما حامیشون هستید. بله. خوش به حالتون. خوش به حالتون. به خدا، یعنی سعادتیه به خدا. خواهش می‌کنم. دست این بچه‌ها رو گرفتن. واقعا باور بفرمایید که هیچ لذتی در دنیا، هیچ تفریح و هیچ مسافرتی بالاتر از کمک کردن به ایتام نیست. دلتنگ بابامم، 4 ساله که بابامو ندیدم. خدا حافظ.
ممنونم بابت زحمت های کشیدین که این لطف رو در حقم کردین. خدا از بزرگی کمتون نکنه. الان شاید بعضی ها بگن خب شما کارتون چیه که دارید مایی چند ده میلیون میدید بره همینطوری؟ میلیارد دارین؟ نه، ما به حوزه دستمالم که در واقع به صورت کلان در سطح جامعه کارهای بیمه‌ای رو ما انجام میدیم. کارتون بیمه است؟ بله، کارم بیمه است. دعای اون بچه‌های یتیم هم پشت بله. سرتون هست اصلا همش همونه دعاهای که کارتون میگیره. دقیقا، معامله با خدا از طریق بچه‌های ایتام. این باعث شده که در کار من خیر و گشایش ایجاد بشود و در واقع همینا باعث شده که در واقع چیزای دیگه هم خداوند در کنارش به ما بده. شنیدید که میگن به خاک دست بزنی طلا میشه؟ این بچه‌ها همینن. امر دعای این بچه‌ها همین طلا شدن خاک. یه دستی سر ما بکشید. اختیار داری، خواهش می‌کنم. سلامت باشید. همیشه سلامت و خوب باشه. من براش دعا میکنم. فرشته هستی خدا بود. شما رو فرستاده تا ما بچه‌های قبلی رو خوشحال کنه. همین وقتی که به ما کمک میکنه ما خوشحال میشیم. ما به خدا میگیم خدا بچه‌هاش مریض نشه به هم سفید. مثلا این 1000 تا بچه‌ای که شما الان حامیشون هستین آرزوهاشون چی بوده که جالبه بگید؟ خیلی، اصلا بزرگترین آرزوی زندگیشون داشتن یه تلویزیون بوده، کولرگازی بوده، نمیدونم یه یخچال بوده، یه کامپیوتر بوده. یعنی فکر میکردن اینا اصلا تحقق پیدا نمیشه. رویا بود. رویای عجیبی براش بوده. در حالی که وقتی که با مددجوهاشون صحبت میکردن، هماهنگ میکردن، اطلاع میدادن به بنده، ما براشون ارسال میکردیم. مجان جان میدونی بابت کجاست؟ آره. کجاست؟ مرده، رفته پیش خدا. من خیلی خوشحالم که شما حامی معنوی من شدید. همیشه من و مامانم براتون بعد از نماز دعا میکنیم که همیشه سالم باشید. نسمی از مردم من آباد فقیرن، واقعا ازش ممنونم. من الان تو شادی زندگی میکنیم. انشاءالله همیشه سالم و تندرست باشید و عید سعید قدیر خم را به شما تبریک میگویم. حاج غزاره ای، از خدای مهربونم ممنونم که شما رو فرستاد تا حامی و پشتوانه من باشید. از شما تشکر میکنم که من رو حمایت کنید و تحت فشار نباشم. مثل یه پدر مهربون مشکلات رو حل میکنید تا من احساس آرامش داشته باشم. ازتون ممنونم. خواهش میکنم، انجام وظیفه میکنم. انشاءالله موفق باشید در درس هاتون، در زندگیتون. به هر حال عمدی داشته باشید، در خدمتتون هستم. لطف فرمودید. عجب حس و حالی داره حاج آقا. بله واقعا چیزی دیدیم که تو این کار موندیم و ولکنشی سیما میخوام ادامه بدیم و میگیم تعدادش رو بیشتر کنیم، شاخ و برگش رو بیشتر کنیم. عنایتی از خدا دیدیم که تو این کار قرار داریم. مایلید پایان برنامه در کنار خانواده باشیم؟ بله، اگر شما صلاح بدونید خوشحال میشیم. خب خیلی ممنون که پذیرفتید خدمتتون باشید. اون صحنه‌ای که واقعا شما رو تحت تاثیر قرار داد، اون اتفاق شاید از یک کودک شنیده باشید، دیده باشید، چی بود؟ خیلی زیاد بوده آقای رضوانی، خیلی زیاد بوده. باورتون نمیشه، شاید بچه‌ای بوده که نیازمند به یک جفت دمپایی بوده. یعنی آرزوش یک جفت دمپایی پلاستیکی بوده. به قدر این دمپایی این بچه رو خوشحال کرده که دمپایی پلاستیکی بچه پابرهنه بوده، از بچه های استان سیستان و بلوچستان بودن. آرزوی بچه یک جفت دمپایی پلاستیکی بوده. یه شهر اونورتر، دوتا شهر اونورتر، یه بچه تو چه شرایطیه؟ بعد ما چجور زندگی میکنیم و حواسمون نیست؟ بله، یه جایی از ما خواستن که یه سری تخت فرش ارسال کنیم برای مناطقی که منطقه سیستان و بلوچستان بود فکر میکنم. بعد از یکی دو ماه یه نامه اومد، حاج آقای ابراهیم برای ما فرستادن که این بچه گفته بود که شما برای ما فرش رو فرستادید ولی ما خونه نداشتیم که این فرش رو پهن کنیم. ما این فرش رو بعد روی خاک پهن میکردیم.
خیلی از اینجور چیزها خیلی زیاده. چه کردی؟ بله به هر حال خب خیلی میگم خیلی زیاد هستن. بله تا اونجا که میتونیم و در توانمون بود کمک کردیم. ولی خب خیلی زیاده دیگه، اینجور موارد خیلی زیاد هست. دستتون درد نکنه که برای ما کمک میکنی. ایشالله زنده باش. نجمه چه آرزوی داری دخترم؟ رمزه نصیب جان شما. عزیز دارم را کردم. بچه ها چیه نظرشون؟ بچه‌ها هم الحمدلله با ما همسو هستن در این رابطه. همسو این شما تو این دسته؟ بله صدش. چند تا از این بچه‌ها به نیت شما و شما خوب داری دستن تعدادی؟ بله من یه حدود 5 سالی هستش که 20 تا بچه ها دارم. بعد خودتون هزینه‌شو میدین؟ بله بله از درآمدی که خودم دارم. آها از همون. من دوست داشتم که از اول خودم از درآمد خودم باشه که خب مثل پدرم درآمدی که خودم دارم توش برکت به وجود بیاد دیگه. آقا این پس رعایت کرده ایش از نسل به نسل میره. بین نسلی از بله. این مخارج عمل چشامو به عقده گرفتین، امیدوارم که خدا عوضشو بهتون بده. آشخان اینو یادم رفت برسم، سبک زندگی خودتون چطوره؟ بریز به پاشو جای خوب و زندگی آنچنانیه چجوریه؟ به هر حال معمولی، یک رفاه معمولی. بعد بهشون نگفتی آقا باغ و ویلا و زمین و اینا رو بخر، مثلا سفر خارجیمون باشه بعد به بچه های یتیم برس؟ البته شما وقتی که به بچه شروع میکنید به ایتام کمک کردن اینا خودش میاد. بله پس اینا رو داری؟ بله اینا همه خودش میاد. وقتی که آره وقتی که شما وقتی که شروع میکنی در راه خیر هر کار خیری مخصوصا ایتام قدم برمیداری همین چیزایی که شما گفتید. به به نوش جونتون آقا. سلامت باشید. انشالله که رزق و روزیتون بیشتر از این بشه. سلامت باشید. پایان برنامه ما میگیم بدون تعارف در این جمله. بله حالا شما بفرمایید با هر کس دوست دارید. بله من واقعا آرزوی خادمی حضرت امام رضا رو واقعا از سالها قبل از بچگی ما داشتیم ولی خب نشده. ما هر سال هم میریم مشهد پابوس امام رضا، واقعا عشقمون امام رضا دیگه. ما تو این مملکت به هر حال امام رضا رو داریم. ان شاء الله که به لطف و کرامت آقای امام رضا این مشکلاتمون هم برطرف بشه ان شاء الله. خیلی خوشحال شدیم خدمت شما بودیم. لطف فرمودید. ممنون شما هستم. تشکر می کنم. لطف فرمودید. ساعتتون کم نشه.